خواهم از ذات حق مدد گیرم، مدد از دوست بی عدد گیرم، تا زنم خامه بر صحیفه عشق، نکته ها گویم از لطیفه سخن، از عشق می کند اعجاز، مقصدم نیست عشق های مجاز، عشق خدای لم یزلی، عشق عشق محمد، هر که دارد به دل ولای علی، هست او عاشق خدای علی. یار و دلداده ولی زهرا، بهترین عاشق علی زهرا، آنچنان در علی شده فانی که به راهش شده است قربانی. کیست زهرا؟ خدایی را مظهر، کیست زهرا؟ عزیز پیغمبر، اسوه ابریا بود زهرا، عصمت کبریا بود زهرا، بهر توصیف آن حقیقت پاک گشت نازل ز سوی حق لولاک. همه عالم و فرمود ذات اقدس الهی به خاطر این خانم خلق کرد. حبیب ما اگه فاطمه نبود تو و علی رو هم خلق نمی کرد. اصف و الگوی پاک دامنها، رهنمای افاف بر زنها، آن دورندو به در صدف پنهان، داد درس افاف بر نسوان، داده این درس آنچنان بر ما که رخ خویش پوشد از اعما. تا این مرد نابینا آمد، بی بی دوید از حجره بیرون رفت. وقتی رفت بی بی اومد، پیغمبر فرمود فاطمه جان این مرد نابینا بود. گفت میدونم بابا، چرا رفتی بیرون؟ گفت نامحرم ولو نابینا نمیتونه جایی باشه که فاطمه حریم و حجاب نداره. پیغمبر بغلش کرد، بوسیده، سه بار فرمود فداها ابوها، بابات فدات بشه. یه بار اینجا، یه بار شب عروسی وقتی اومد دست به دست به عروس دومادو، چشش افتاد به پیراهن فاطمه، دید پیراهن کهنه تنشه، فرمود بابا جان اون لباس نوعی که برای عروسیت خریده بودم چه کردی؟ گفت بین را که می اومدم اون زن نیازمند خواست، گفتم دورم و گرفتم، خانم ها حجاب کردن، لباسم رو عوض کردن، لباس نوم رو دادم به اون. فرمود فاطمه جان چرا لباسی که پوشیدی ندادی؟
گفت خودت به ما آموختی لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. دوست داشتن دوست داشتنی چیز ترین چیزاتونو برای خدا انفاق کنی. بغلش کرد، بوسیدش، سه بار فرمود فداها ابوها، بابات فدات بشه. کرد از او سال ختم رسول، از چه کردین آن رخ چون گل. پاسخ خیشون به تاها گفت، پدر از بحر او فداها گفت. آن که روی ورا ندید کسی، نه صدای ورا شنید کسی، در حمایت ز ساحت رهبر، در دفاع و حراست از حیدر، گاه با ناله گاه با فریاد، تا نفس داشت همچنان استاد، آنچنان ایستاد تا جان داد، پدر و مادرم فدایش باد. عرضم تمام، روزنی چنده الان دیگه شروع میشه. شیر خدا قسم می داد همسر خود را، آب می ریخ با دلی خسته روی آن پهلویی که بشگسته، به همه سفارش کرده آروم گریه کنن، بچه ها آستیناشون رو تو دهانشون گرفتن، دارن عشق می ریزن. پیغمبر وقتی میخواست بدن خدیجه رو قوت بده، فاطمه 5 ساله بود، عمو شباس رو صدا زد، فرمود عمو جان فاطمه‌مو ببر خوند. چرا یا رسول الله؟ فرمود نمیخوام بدن مادر رو موقع قوت دادن ببین، مگه پهلوی خدیجه هم شکسته بود؟ مگه صورت خدیجه هم سیلی خود؟ نه نه نه. اما فرمود نمیتونه بچه دختر بچه 5 ساله بدن مادر رو موقع قوت دادن ببینه، اما من بمیرم برا علی مظلوم، یه محرم نداره، بچه رو به خونش بفرسته. 4 تا بچه کوچیک ایستادن میلرزن، بدن مادر رو نگاه میکنن، وای وای وای، بدن رو قسل داد، کفن کرد، اومد بند کفن رو ببنده، دید الان اگه بند کفن رو ببنده رشته عمر بچه ها رو باز کرده. فلزا صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا فزه، حل امو و تزم و دومن امکم، بچه ها بیان از مادر توشه بردارید، یعنی آخرین نگاه میخوام روی صورت رو ببندم، بچه ها منتظر بابا بودن تا بابا اجازه داد، مثل کبوتر پر کشیدن، خودشون رو بدن مادر انداختن. ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذار، صدا می زد مادر با من حرف بزن، مادر کلمینی یا امه. عرضم تمام، علی
قسم میخوره میگه به اون خدایی که جان علی در ید قدرت موز. یه وقت دیدم زهرای نال زد دستاشو از کفن بیرون آورد، یه دست گردن حسن، یه دست گردن حسین، یه ملکی ندا داد علی بردار بچه‌هارو، ملائکه نمیتونن این منظره رو ببینن. وای 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 پا منبر بزرگ شده ها، سینه زنا جوونا، میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم علی جان ملائکه کربلا بودن یا نه؟ اگه بودن چه حالی داشتن وقتی دختر خودش رو بدن بی سر بابا انداخت؟ اینجا علی با محبت برداشت بچه رو، اما کربلا یه عده با تازیانه، همه بلند به